روشی جدید برای نابودی تومورها در سرطانهای سر و گردن. به کارگیری یک روش درمانی جدید توسط محققان بریتانیایی توانست تومورهای مربوط به سرطانهای نواحی سر و گردن را در بیمارانی که دارای شرایط بسیار وخیمی بودند از بین ببرد. در این روش استفاده ترکیبی از داروهای ایمنی درمانی سیستم ایمنی بیماران را برای نابود کردن سلولهای سرطانی تحریک می‌کند. اتفاقی که با افزایش میزان بهبودی کامل این بیماران نیز همراه بوده است. محققان بریتانیایی پی بردند که استفاده ترکیبی از داروهای نیوولیوماب و ایپیمیلیوماب باعث کوچکتر شدن اندازه تومور در سرطانهای مربوط به سر و گردن می شود و در برخی موارد این روش درمانی باعث محو شدن کامل تومورها در بیماران دارای شرایط وخیم شده است. استفاده از جو برای تولید گوشت. محققان شرکت اورف جنتیکس توانستند با استفاده از کشت گیاه گوشت آزمایشگاهی تولید کنند. این محققان برای تولید گوشت در آزمایشگاه از گیاه جو استفاده می کنند و اکنون در تلاشند بهترین نوع جو برای تولید بهترین گوشت‌های آزمایشگاهی را پیدا کنند. این شرکت با جمع‌آوری دانه‌های موجود در گیاه جو که از نظر ژنتیکی تغییر داده شده، فرآیندی را آغاز می‌کنند که در نهایت به تولید گوشت منجر می‌شود. پروتئین‌های موجود در این دانه‌ها به دلیل تغییرات ژنتیکی ایجاد شده، مناسب تولید گوشت هستند و پس از استخراج آسیاب شده و تصفیه می‌شوند. در نهایت از ماده به دست آمده برای تولید گوشت آزمایشگاهی استفاده می‌شود. مشخص شدن زمان تازه‌ترین فعالیت‌های آتش فشانی بر سطح ماه. محققان چینی، استرالیایی، سوئدی و آمریکایی با بررسی نمونه‌های جمع‌آوری شده از سطح ماه توسط مأموریت چانگ 5 چین، زمان وقوع جدیدترین فوران‌های آتش فشانی بر سطح ماه را مشخص کردند. طبق اعلام این محققان حدود 2 میلیارد سال قبل یا به طور دقیق‌تر 1 میلیارد و 970 میلیون سال قبل گدازه‌های آتش فشانی در سطح ماه جریان داشتند. اگرچه دانشمندان بیش از این نیز با بررسی سطح ماه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای توانسته بودند زمان وقوع تازه‌ترین فوران‌های آتش فشانی در سطح این قمر را در قالب فرضیه مطرح کنند، اما برای اثبات این موضوع نیاز به بررسی نمونه‌های سنگ و خاک این قمر داشتند. ماهنورد مأموریت چانگ 5 چین در دسامبر 2020 بر سطح ماه فرود آمد و توانست 1 کیلو و 700 گرم از سنگ و خاک ماه را با خود به زمین بیاورد. نتایج امیدوارکننده داروی آسترازنکا برای پیشگیری و درمان کرونا. شرکت آسترازنکا اعلام کرد داروی آنتی‌بادی این شرکت خطر ابتلای شدید به کرونا را دست کم 50% کاهش می‌دهد. این دارو که با تزریق مورد مصرف قرار می‌گیرد، دارای دو نوع متفاوت از پادتنهاست که از خون بیماران بهبود یافته کرونا تولید شده است. مسئولان این شرکت اعلام کردند این نخستین دارو از نوع خود است که علاوه بر ویژگی‌های پیشگیرانه در برابر کرونا، باعث بهبود این بیماری نیز می‌شود. با پایان یافتن آزمایشات بالینی این دارو، شرکت آسترازنکا درخواستی را به سازمان غذا و داروی آمریکا ارسال کرده تا صدور مجوز استفاده عمومی از آن مورد بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات درباره یک ماده شیمیایی خطرناک. مطالعه جدید محققان آمریکایی نشان داده که قرار گرفتن در معرض ماده شیمیایی موسوم به فتالاتس به شکل روزانه در مرگ سالانه حدود 100 هزار نفر از مردم این کشور نقش داشته است. این ماده شیمیایی که در وسایل بسیاری از جمله ظروف پلاستیکی، لوازم آرایشی، اسباب بازی، لباس و شامپو یافت می‌شود، از سال‌های قبل به عنوان مختل کننده هورمون‌های بدن نیز شناخته می‌شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد ورود مقادیر زیادی از فتالاتس به بدن با چاقی، دیابت و به خصوص مرگ زودرس بر اثر بیماری‌های قلبی مرتبط است.